آقای تقی‌زاده، واقعا تصویری که الان خود شما در همین چند دقیقه از جامعه ایران دادید کافی است که مطابق با حقیقت کافی است که همه به یک ضرورتی فکر بکنیم، ضرورت یک تحول، ضرورت یک تغییر. خب این طرف ماجرا چی؟ آیا هیچ حرکتی، هیچ نشانی شما میبینید از اینکه مردم بهش دل ببندن؟ خب این وضعیتی که موجود الان ما میبینیم، حکومت نالایق ناکارآمدی که هر روز داره ایران رو به ورطه سقوط نزدیک میکنه و هیچ جریانی، هیچ کسی هم اصلا این طرف قضیه هم فقط فوش و داد و بیداد و فوش های جنسیتی، فوش های نمیدونم خانوادگی، اصلا کسی در میدان نیست که اگرم هست دیده نمیشه و این و اینو نمیشه نقدش کرد، این نمیشه صحبت کرد به نظر شما؟ چرا نباید، ولی واقعیت این است که این شرایط متاسفانه وجود خارجی داره. دی اصلا همچنان میگن که نه، جامعه ما پویا، جامعه ما فعال، جامعه ما در حال مبارزه است، ما در حال پیشرفت هستیم، ولی واقعیت این است که نیستیم. فرهنگ مبارزه در طول این یک سال و نیم اخیر یا بعد از دوره یک سال خورده ای که به سال مهسا معروف شد به انفعال کشیده شده. شما هم مثل من رسانه‌های اجتماعی رو دنبال میکنید و میبینید که رسانه‌های اجتماعی طبیعتشون تغییر کرده، الان به مسائل تفننی، مسائل انتزاعی، غیبت کردن، خال زنکی صحبت کردن، دنبال سلبریتی ها رفتن، اخبار جعلی رو منتقل کردن، راجع به سیب زمینی بابل صحبت کردن حرف میزنن، در حالی که واقعا یک سال قبل شعارهای قوی از این جامعه شنیده میشد. رسانه های اجتماعی، اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب، فیسبوک، اینها مملو و از موج مبارزه مردم بود، ولی این موج خابیده و کسانی هم در صحنه نیستن که هم یا قادر باشن که این موج رو دوباره برپا بکنن یا تأثیر بگذارن. این تأثیر متقابل بین مردم و کسانی که مدعی مردم هستند به عنوان رهبران سیاسی یا رهبران اجتماعی یا کسانی که باید هدایت جامعه رو از اونها انتظار داشت از بین رفته. این ارتباط هم وجود خارجی نداره. ما میدیدیم هشتگ های متعدد مبارزه‌ای درست میشد در مورد قهرمان های ملی که این حکومت اونها رو به خاک کشیده بود، هشتگ زده میشد، صدها هزار نفر این هشتگ ها رو میدیدن. پیامای کوتاه بین مردم وقتی شکل سیاسی داشت با 10,000 لایک یا 10,000 لایک استقبال میشد، ولی امروز میبینیم بیشتر مردم دنبال این هستن که آیا یک حیوان رو بهش لطمه زیاد زدن یا آب و هوا کجا خراب شد یا کدوم چهره معروف سینمایی در دنیا اسمش تغییر کرد یا اسم. به این مسائل غیر مرتبط با یک مبارزه سیاسی و این نشون میده که آقای همایون، جامعه ما یک وضعیت انفعالی پیدا کرده و این وضعیت قابل درک بعد از شکستی است که حکومت در صحنه با کشتار مردم به اونها تحمیل کرده و یک نوع پراکندگی رو، دلسردی رو، انفعال رو در نزد مردم توسعه داده. کی یک سیاوش بلند خواهد شد یا یک موجی بلند خواهد شد که مردم رو دوباره متوجه این بکنه که قدرت اصلی دست اونهاست، هرچند که اونها پراکنده هستن، ولی منسجم کردنشون کار دشواری نیست و اتفاقی نیست که هرگز نیفته. ما شاهد جامعه خاموش تونس بودیم که دیکتاتوری بن علی اونها رو اداره کرده بود و مردم حتی به فکر مبارزه هم نبودن، ولی یک اتفاق کوچک اونها رو به حرکت انداخت و ما شاهد موجی بودیم در کشورهای عربی که به تغییر دست کم نظام حکومتی در سه کشور منجر شد.